اینم توضیح خود شما های مهندس بفرمایید، قراری که دو طرف گذاشتن برای مشارکت در جلسات یکدیگر. بله، ما اطلاعی از این که حزب مشروطه اون موقع جلسه میزده نداشتیم. ما ناچار شدیم چون یکی از اعضای مؤسسه ما باید برای کاری در آمریکا بود و نمیتونست اینو عقب بگذاره و کارش به قدری مهم بود که شما در جریان بودید خودتون. شما به من خودتون توصیه کردید که اینو بپذیر و عقب بنداز. من کاملا ایستاده بودم که عقب نیفت. ما عقب انداختیم و از حزب مشروطه میگفتن به یکی از اعضای ما گفتن که در چنین تاریخیه، ولی کسی به ما این رو نگفت. بعد برای اینکه حالت رقابت پیش نگیره گفتیم که یک هیئت اونها میفرستن و یک هیئت ما میفرستیم و این کار عملی شد. آقای دکتر شهریار آهی و آقای دکتر مهران براتی از سوی ما اونجا رفتن، از سوی اونها هم 3 نفر آمدن و آقای دکتر آهی حتی در پانل اونها شرکت کردن و سخنرانی کردن و به هیچ وجه رقابتی در کار نبود. بنابراین اینها رو کسانی شایع میکنن که در حقیقت از اصل اتحاد بین اپوزیسیون و تشکیل شورا یا وحشت دارن یا احساساتی دارن که در جهت عکس، یا اطلاعات کافی ندارن یا تحت تأثیر اطلاعات غلطی هستند که دیگران میدن. ما نه تنها با هیچ گروهی رقابت نداریم، سیاست ما انضمامی است و در صدد جمع آوری همه اپوزیسیون زیر چتر آلترناتیوی هستیم که جمهوری اسلامی رو بتونه جابجا کنه. بنابراین نه تنها رقابت نداریم، بلکه آغوش باز ما به سوی دیگران گشوده است و به هیچ وجه نمیخوایم فعالیت های اونها رو تحت تاثیر قرار بدیم، بلکه در جهت برهم افزایی نیروهایی هستیم که در اپوزیسیون و بین مخالفین. جا هم خیلی اتفاقی همونطور که گفتم بغل هم افتاد، برای اینکه جای ما رو به هم زدن، و یعنی ما اصولا در فاصله شاید مثلا 4 مایلی این هتل بودیم. بله. آقای مهندس، سوال دیگری، من تمام این سوالی که الان مطرحه اینا رو از شما میپرسم، سوالی بله. که در مقالات اومده، در نوشته ها عنوان شده، در سایت ها. شما رو انتخابتون به عنوان دبیر کل قبل از تشکیل اجلاس چرا، چه سببش چی بود و از جانب چه کسانی انجام گرفت؟ بله، اعضای شورای گذار که 30 و خورده‌ای نفر هستن، وقتی که وقتی که اسناد همه نوشته شد و استراتژی تعیین شد، موقع اون بود که هیئت دبیران و در رأس هیئت دبیران دبیر کل رو انتخاب کنن. بله. انتخابات انجام شد، 11 نفر به سمت هیئت، به سمت هیئت دبیران، 5 نفر به سمت مشاور و بنده به سمت دبیر کل انتخاب شدم. همش با انتخابات کاملا آزاد بود و همه افرادی که انتخاب شدن این انتخاب رو قبول کردند و وظایف خودشون رو انجام میدن.